25 ژوئیه سال 1335 خورشیدی برابر با 1956 میلادی، افتتاح اولین خط اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران، اولین اتوبوس با توجه به موقعیت اقتصادی و تعداد جمعیت توسط یک تاجر بلژیکی در شهر رشت به کار گرفته شد، اما به مرور زمان و با توجه به میزان کرایه، سوداوری و زیرساخت‌های حمل و نقل، توجیه اقتصادی آن رد شد. به همین دلیل هم این اتوبوس به یکی از تجار ایرانی به نام معین التجار فروخته شد. پس از چندی آرام آرام تعدادی اتوبوس از اروپا به ایران وارد شد، اما اغلب این اتوبوس‌ها با توجه به مسافتی که طی می‌کردند مستهلک شده و برای تعمیرات هزینه و زمان زیادی را طلب می‌کردند. بنابراین این مشکلات باعث پایه‌گذاری صنعت اتومبیل سازی در ایران گردید. بر این اساس صنایع مونتاژ خودرو برای اولین بار در شهرهای تبریز، رشت و تهران آغاز به فعالیت نمود. این کارخانجات اولیه اغلب با مونتاژ قطعات خودرو و ساخت بعضی از قطعات بدنه تأسیس گردید و به مرور زمان دولت صنایع جانبی و زیر ساخت‌های آنها را راه اندازی کرد و اولین اتوبوس‌های مونتاژ شده در تهران آغاز به کار نمود. در سال 1298 و در زمان صدارت وثوق الدوله و با توجه به افزایش نارضایتی مردم از نحوه جابجایی مسافر، دولت مردان بران شدند تا با ایجاد یک اداره به سازماندهی و نظم بخشیدن به حمل و نقل شهری بپردازند. بعد از مدتی بحث و تفحص، این اداره به نام شهرداری و در بلدیه پایگذاری گردید. شهرداری موظف بود قوانینی ایجاد کند تا تسهیلات لازم برای مسافران ایجاد شود. این قوانین شامل میزان کرایه، زمان کار ناوگان، تثبیت خطوط و آیین‌نامه انضباطی بود. در اولین گام شهرداری کلیه اتوبوس‌ها را موظف به دریافت پلاک شناسایی خودرو نمودند و در زمان کریم آقا بوذرجمهری جهت کنترل خطوط هر خط دارای ناظمی شد تا بر نظم ناوگان خطوط نظارت نمایند. سپس در سال 1330 اتوبوس‌های زایس روسی وارد ایران شد و در سال بعد دولت آقای سهیلی اجازه فعالیت شرکت‌های خصوصی حمل و نقل را صادر نمود و جهت ساماندهی وضعیت ناوگان اتوبوسرانی قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی با سرمایه 300 میلیون ریال مصوب گردید. سازماندهی و افزایش ناوگان بعد از تصویب توسط شرکت واحد شروع گردید و بعد از مدتی اتوبوس‌های قدیمی از سطح شهر جمع‌آوری و جایگزین آن اتوبوس‌های جدید و همشکل گردیدند. اولین خط اتوبوسرانی تهران با 80 دستگاه اتوبوس در مسیر بازار تا میدان امام حسین در حضور نمایندگان مجلس شورای ملی وقت و تعدادی از وزرا افتتاح گردید. سال 1355 خورشیدی برابر با 1976 میلادی، در گذشت استاد میرزا طاهر خوشنویس تبریزی. میرزا طاهر خوشنویس با تلاش بسیار توانست در اصول و قواعد هنر خط به استادی برسد. مرتبه میرزا طاهر خوشنویس در هنر خوشنویسی به درجه است که استادان این فن به مهارت او در خط نسخ معترفند.